سلام، امشب شب عاشورای اینجا هم بنیاد فرهنگی ایمانه که مراسم شب عاشورا در اینجا برگزار میشه. از ساعت 7 شروع شده و اینجا ابتدا سخنرانی میکنن، بعد از برگزاری نماز مغرب و عشا هم مراسم سینه زنی هستش در این تالار ایران که الان میرم داخل، مراسم سخنرانی هستش. حسین و عاشورای او در کربلا دفن بشه. امام حسین نباید در نزد مسلمانان فراموش بشه. شما باید امام حسین رو به مثابه یک نیروی زنده، یک نیروی زندگی ساز در بین خودتون پایدار و باقی نگه دارید. این دستور اکید امامان اهل بیت. درخواست اونها این بود که مسلمانان حسین رو نماد مسلمانی و بلکه حجت مسلمانی بگیرن. شوربختانه امام حسین و عاشورای او از گزند تحریفات و بدعت‌ها در امان نماند. امام حسین با اسطوره سازی و قلوب شدیداً آمیخته شد. حسینی که زندگی او و مرگ او آینه بندگی خداوند رفته رفته تبدیل شد به یک بت، به یک معبود، شخصیتی که پیروانش او را عملاً می‌پرستند. او شد واسط و حائل بین خلق و خالق. باید به او توسل جست. امام حسین یک تجربه موفق توحیدی بود و من مایلم تأکید کنم امام حسین یک تجربه موفق از توحید بود، تجربه موفق ایمانی بود و لذا از امام حسین فراوان میتوان درس گرفت. امشب ما در همین سودا دور هم جمع شدیم، میخواهیم از امام حسین درس دین بگیریم، درس ایمان و از اون مهمتر درس مؤمنان زیستن بگیریم. عباد بود، سالار، آقا و بزرگ کسانی هست که خفت و ذلت نمیپذیرن، شرافت و عزت خودشون رو به هیچ بهایی نمیفروشن. در برابر زورگو سر خم نمی کنن حتی اگر به قیمت جانشون باشه. ما چیز عزیز سر از جانمون هم داریم. عباد کسانی هستند که حاضرن بمیرن اما ذلت نپذیرند و امام حسین حقیقتاً سید عباد بود تا قیام قیامت، یعنی تا قیام قیامت اون مرد بزرگ الهی، اون ولی خداوند سید عباد بود. این حرف یه سنی مذهبه، ابن ابوالحدید. او مبالغه نمی کنه. ذلت ناپذیری امام حسین رو شما در شعارهای او در روز عاشورا می توانید به رحم العین ببینید. شعار آزادگی است. اما فکر نکنید که آزادگی خودش شعار هست. این شعار آزادگی هست، اما آزادگی شعار نیست. با حرفهای پرتونتراغ زدن نصیب کسی نمیشه. آزاده نباشد و ای بسا آزادهی که مسلمان نباشد. چنین مجالسی والله برای خودم این رو افتخار میدارم. It is my privilege که هر سال هر کسی در هر جای کره زمین از من دعوت بکنه برای امام حسین صحبت کن، امکان نداره نبهش بگم. امکان نداره. مشتاق حسینم. این مرد گوهر گوهریست، جواهریست برای انسانیت. من واقعا شرمنده هستم که برخی ایرانیان مخلص چقدر توهین میکنن به امام حسین. جاهلن، جاهلن. از سر دینداری امروز ما مسلمان ها میدونین چیه؟
دیانت ما آیینی و مناسکی هست، یعنی به دینداران ما تو مسجدها یاد میدن روحانیون که اگر میخواهید در قیامت ببرندتون بهشت، باید اعمال شرعی رو با دقت انجام بدید. درست میگم؟ آب که میخوای وضو بگیری خیلی باید بری یه 6 ماه دوره ببینه که زاویهش خیلی درست بیاد آب پایین. اگه یک کمی کج رفت، خداوندی که عالم و قلب به شهاده هست و این هستی رو خلق کرده دلخور میشه ناگهان. به خود من میگم هنوز والله خیلی ها به من میگن آقای انتظام ما تعجب شما با این سوادت هنوز بزوت درست نمیگیری. گفتم بابا من یه زمانی خدا رحمت کنه پدرمو 40 سال پیش برای من یاد داد وضو گرفتم، منم یه بار نگاه کردم همون طور میگیرم، دقیقاً یادم نیست. میدونم الان روحانیون میگن این بابا رو ترورش کنید، داره مردم از دین بیرون میکنه. آفت دینداری ما مسلمان ها و یهودی ها و مسیحی ها همه این است که دینداری ما آیینی و مناسکی هست، دیانت ما محدود هست به رعایت همین آیین ها و مناسک ها و اما مردم به دعوت های حقیر نبگه، آزاده باشه. سخنان زیادی از امام حسین به من به ما نرسیده، مایلم با چند جمله از امام حسین صحبت امشب رو تمام کنم. امام حسین برخلاف امام باقر، امام صادق، امام رضا که کلمات زیادی از اونها به ما رسیده، از امام حسین سخنان زیادی به ما نرسیده. اما همین اندکی که از اون ولی خداوند به ما رسیده ما رو با حال هوای فکریش آشنا میکنه. در ذهن اون مرد الهی چی میگذشته؟ در دلش چی میگذشته؟ از اون بزرگوار نقل شد. اینجا دیگه حالا نسبت قناعت حسین رو میخوام بگم با آزادیش و خلق حماسه عاشورا. امام حسین فرمود تمامی آنچه که خورشید بر آن میتابد در مشرق و مغرب زمین، در دریا و خشکی و کوه و دشت، نزد ولی خدا و اهل معرفت چون سایه ای بیش نیست. پس حسین ابن علی نمیگه چکینگ اکانتشو، گفت چی؟ هرچه که آفتاب بر او میتابه، یعنی هرچه که رو کره زمین هست و همه منظومه شمسی، میگه در چشم و دل ولی خداوند سایه بیش نیست. پس ما اینجا الان یاد گرفتیم یکی از ویژگی های اولیاء خداوند انس با مرگ. انس با مرگ یکی از نشانه های اولیاء خداونده و شما میبینید حسین ابن علی به استقبال مرگ. من مبالغه نمی کنم، فکر نکنید من همینطوری میگم. اون ولی خداوند نشانه هاش در حسین هست، استقبال از مرد، انس با مرد. حالا بگذاریم. خب امام حسین اینو میگه، میگه هرچه خورشید برش میتابه برای اهل معرفت و ولی خداوند سایه هست، بقیهش بشنم. سپس فرمود علا حرون، حر یعنی چی؟ آزاده. علا حرون یدع هذه اللمازت لأهلها، آیا آزادی پیدا نمیشود که به دنیا بی اعتنا باشد؟ پس اینجا چه کسی آزاده هست؟ بله؟ که به دنیا اهل قناعت. خیلی ساده است. آدمیان بنده دنیا هستند، آزاد نیستند. آزاده نیستند چون اهل قناعت نیستند. حریصن، آزمندن، با اندکی تهدید و تحمیل میشه اونها رو در بند کرد، عبید دنیا کرد. اما حسین از بند دنیا رها بود و در کربلا نشان داد که به راستی سرور آزادگان است. نفا شد گون سالم نبود در بدن این پاک تو جایی، تن آریان تو خونین به زمین، در بر زینب شده در لجا
گوشه خون غرق مه انور زینب، نه مرا بی تو دگر تاب و توان یاور زینب. چه کند خواهر افسرده به هنگام جدایی؟ سه خفته به خون قاسم و عبدالله و جعفر، ببرد خفته به خون قاسم و عبدالله و جعفر. ز طمع تیر جفا غرق به خون شد علی اکبر، ز دم تیر جفا غرق به خون شد علی اکبر. نه سپاه و نه علم مانده، نه عباس دلاور، همه یاران تو در کرب و بلا گشت فدایی. امشبی را شهدیم در حرمش مهمان است، امشبی را شهدیم در حرمش مهمان است. مکن ای صبح طلو سه صبح فردا بدنش زیر ظهر فردا بدنی خونین علی حیدر کرار، به قرآن و به قدر و شرف اطرت اطهار، به خون دل انصار، به ایمان علی اکبر و لبخند علی اصغر و چشم و سر و دست و جگر تشنه عباس. حجت دادار منم آن که به هر عضو و تنم بوسه زده احمد مختار. اگر اهل نمازید بدانید که ما روح نمازیم، اگر اهل دعایید بدانید که ما جان دعاییم، اگر عبد خدایید بدانید که ما وجه خداییم. خدا را به چه تفسیر ستادید و کشیدید، به قتل مز ره کینه و تزویر، همه نیزه و شمشیر و نمودید رخم را هدف سنگ و دلم را هدف تیر. چه رو داده که با ختم رسول یک سر پیوند گسستید و چنین عهد شکستید. همین آب که بر وحش و طیورا همه خلق مباح است، به روی پسر فاطمه بستید. تیغ و زهی دست، زهی عزم و زهی غیرت و ایثار، که یک فوج سیه در کف یک فرد شده سخت گرفتار. بیایید و ببینید حسین است که میرزمد و میتازد و از خشم جهانگیر و شرار دمشم شیر و زفر یاد خروشنده تکبیر. به هم ریخته اوضاع زمین را و سما را، هوا تیره و تار است، زمین قله نار است، فلک صاعق بار است و شده چشمه خورشید پر از دود، و در آن وادی خون گم شده یک مرکب بی صاحب و فریاد زند. زینب و بالای بلندش نگهش جانب میدان، و در آن سور و در آن حال به تعجیل رود شمر ستمگر سوی گودال. زده دامن خود بر کمر و در کف او خنجر و رو در روی او بر سر و بر سین زنان فاطمه ازهر و جبریل امین و حسن و حیدر کرار. قاس میگوید حسین، احساس میگوید
میگوید حسین، یاس میگوید حسین، یاس میگوید حسین، یاس میگوید ساقی لب تشنگان عباس میگوید حسین، ساقی لب تشنگان عباس میگوید حسین، یاس میگوید حسین، رازم شد شد آشون رازم شد Hussein, 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 Hussein